حضرت عائش رضی اللہ تعالی عنہ می فرمایا ام المؤمنین عائش صدیق رضی اللہ تعالی عنہ می فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمودا من احبا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ہر کس کے مشتاق ملاقات خداوند متعال باشند الله تعالی هم مشتاق دیدار اون هست و من کره لقاء الله کره الله لقاءه هر کس که از لقاء الله تعالی از ملاقات خداوند متعال اون را دوست نداشته باشه خداوند متعال هم ملاقات اون را دوست نداره حضرت عایشه هست یا صحابه دیگره از رسول الله صلی الله علیه و سلم میپرسه که ای رسول خدا کی از ما هست که از مرگ نترسد همه ما از مرگ حراس داریم و از مرگ میترسیم رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید مقصد از این مرگ نیست مقصد چیزی دیگری هست کسی که در دنیا به خوبی رب العالمین را عبادت می کند ازا حضره الموت بشر به رضوان الله و کرامتی. وقتی سکرات موت می رسند فرشته ها می بهش به رضامندی الله تعالی به بهش به جایی که الله تعالی برش ارزانی داشته هست به اون بشارتش می دهند فلیس اون احب الیه مما مم امامه پس ایچی را دوست نداره غیر از اون چی که در جلوی اون هست وقتی که این سکرات موت زمان نامودی از دوست و عزیز و هر چی که در دنیا داره نگاهش به بهشت به نعمتهای بهشت به رضامندی الله تعالی به افتاد اون زمانی که مشتاق دیداره بهشت و رضای الله تعالی و مشتاق دیدار خداوند متعال می شود و احب الله لقاءه این زمانی که خداوند متعال هم مشتاق دیدار این می شود اما الکافر اذا حضر کافر وقتی که زمان مرگش فرامی فرا می رسد بشر به عذاب الله و عقوبته بشارت می دن که جهنم منتظر شما هست آتش جهنم و عذاب الله تعالی منتظر شما هست اینه که اون چی که در جلوی خودش میبیند که عذاب الله تعالی هست اون را نافسند میدانه نمیخواهد برود از این دنیا کره الله لقاءه خداوند متعالم نمیخواد این را ملاقات کند اما مرگ میرسه سبحان الله رسول الله صلی الله علیه و سلم جمله دارم. ان الله اذا احب عبدا نادى جبريل الله تعالى وقتی که بنده را محبوب خودش قرار بدهد به اصطلاح ما الله تعالى بنده را عزیز خودش قرار سبحان الله الله تعالى كثير إِنتِخَامْ انتخاب کند ونعذر صلى الله عليه وسلم می ان الله اذا احب عبدا نادى جبريل وقتك الله تعالى بنده را محبوب خودش قرار بدهد جبريل را صدا جبرائيل ان الله قد احب فلانا فلان, فلان بندہ را بر زمین الله دوس داره جبريل شما مطلع باش این کسی که روی زمین قدم میزند محبوب محبوب کیه؟ خداوند مطال به میفرماید ای جبرائیل فلان بنده من که روی زمین من الله دوست دارم محبوب من هست ولی و دوست من هست فا احبه توی جبرائیل هم اون را دوست داشته باش سبحان الله به معنای این حدیث برسید الله تعالی وقتی بنده را انتخاب می کند به عنوان عزیز و محبوب درگاه خودش به عنوان دوست خودش جبرائیل را میفرماید جبرائیل بیا اینجا من یکی از دوستان خودم را به شما نشان بدم معرفی می کند این دوست من هست این محبوب من هست ف احبه. تو جبرائیل را دوست بگیر سبحان الله کسی را که الله تعالی به جبرائیل بگد ای جبرائیل این دوست من شما دوست داشته باش جبرائیل اون را محبوب خودش قرار میدهد فیحبه جبرائیل جبرائیل اون را دوست خودش قرار میدهد ثم ینادی جبرائیل فی السماء جبرائیل در آسمان ندا میدهد در کجا؟ مسلمان ها دنیا را تنگ نبینید دنیا یه چیزی دیگر هست لطف و کرم الله تعالی یه چیزی دیگه هست شاید اون کسی را که جبرائیل اون را صدایش میزند الله تعالی اون را محبوب و دوست خودش میداند و جبرئیل اون را دوست داره و میخواهد به اهل آسمان ها معرفیش کند یک فقیری باشه یک مسکینی باشه یک بیچاره باشه که به نگاه ما هم نیاید در ذهن ما هم نیاید که در روایتی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید انسان های وجود دارند روی زمین که چهره شان پر از گرد و غباره لباسشان گرد و غبار دارد و به نظر کسی نمی آین اما اگر اینها روی زمین قسم بخورند الله تعالی در آسمان ها فیصله می کند و قسمش را راست میکنه. اگر کسی بیاید روی زمین اخلاص داشته باشه الله تعالی برایش چقدر عزت قائل میشه چه کرامتی بهش عنایت میکند جبریل ندا می زند ثم ینادی جبرئیل فی السما جبرئیل در آسمان ندا می زند به این نکته توجه کنید جبریل در آسمان ندا می زند آسمان کدام شهر آسمان کدام کشور نه شهری نه کشوری آسمان کل دنیا سبحان الله شما بیاید بیرون در یک موسمی یک انسانی را معرفی کنند چقدر به خودش میبالد تلویزیون یکی را معرفی کند شورای شهر یکی را معرفی کنه استاندار کسی را معرفی کند فلان صاحب قدرت یکی را معرفی کند و یک تقدیرنامه بهش بدهد یک رضایت نامی بهش بدهد یک مدالی بهش بدهد یک احسانی بهش بکند تمام رسانه ها سر تا سر دنیا فریاد میزنند و غوغا به پا میکنند که فلانی اینطور مدالی را گرفته هست گاهی میآیند مدال احسان را عدالت را حقوق بشر را به کسانی میدهند که بشر را بشر هم نمیدانند اما چه مجالسی میگیرند اما الله تعالی به جبرئیل میفرماید ای جبرائیل در آسمان ندا بزن ان الله قد احب فلانا فاحبوه در آسمان چه کسانی وجود دارند فرشتگان الله کیا در آسمان فرشتگان الله تعالی دارن جبرائیل به فرشته ها اعلام میکند که ای ملائکه ای فرشته ها ان الله قد احب فلانا فاحبوه الله تعالی فلان بنده را دوست داره شما همه دوست داشته باشید فیحبه اهل السما تمام آله آسمان ها این انسان را دوست می گیرند و یوز له القبول فی الارض و در زمین هم آن انسان مورد پسند انسان های نیک واقع می شود اینکه شما گاهی برابر میشید با انسانی که هرگز او را ندیده اید اولین ملاقات شما هست اولین به صلاح دیدار شما هست اما میبینید در قلب شما خیلی محبوبه خیلی عزیزه و چهرهش نورانی هست و دوست داشتنیه یقین بدارین که این انسان انسانی هست که الله تعالی روی زمین برایش قبولیت را گذاشته هست علما چه میفرمایند؟ اینکه خداوند متعال کسی را دوست داره معنیش این محبت الله تعالی لعبده هی ارادته الخیر له و هدایته و انعامه علیه و رحمته کسی را که خداوند مطال دوست داره به این معنا که الله تعالی بهش اراده خیر دارد سبحان الله کسی را که الله تعالی بخواد خیری بدهد کسی میتواند جلو اون خیر را بگیرد؟ نه خیر اگر کل اهل دنیا جمع بشن جلوی خیری را بخواهند بگیرند که خداوند متعال به محبوب خودش میدهد کسی نمیتواند مانعش بشود هدایت میکند انعام میدهد رحمتهای خود را بر اون نازل میکنه اما وقتی الله تعالی بخواهد با کسی بغض داشته باشه ارادت و اقابه او شقاوته اون را الله تعالی بغض را روی زمین در دل انسان ها برای اون میذاره و اراده عذاب و عقوبت او را داره خیلی انسان ها هستند که ما دوست داریم که اونها را نبینیم ما دوست داریم که اونها به سزای اعمال خودشان برسند ما دوست داریم که اونها مستقیم به جهنم برند چون که خونخوارند چونکه که چونکه چون که چون که, چون که پرونده سیاهی دارند چونکه از انسانیت بوی نبردن اینها انسانهای هستند که در نزد الله تعالی هم مبغوزند بغض اونها را خداوند مطال در دل مؤمنین گذاشته است اما اینکه جبرائیل و فرشته ها کسی را دوست دارند توجه بفرمایید استغفارهم له کسی را که جبرئیل دوست داره برایش در نزد الله تعالی طلب مغفرت می کند خدایا این دوست منه جبرئیل می فرماید پروردگارا این بنده شما را من دوست دارم شما معافش کن و او علیه و این را این بنده را در نزد الله تعالی تعریفش می کند و دعاهم و برایش دعای نیکی میکنه اما این یک معنای محبت جبرئیل و فرشته ها که جبرئیل برای اون انسان استغفار می کند دعا می کند و تعریفش را در نزد الله تعالی بیان می معنای دوم علما می فرمایند این هست که جبرئیل در آسمان مشتاق کسی می شود که روی زمین قدم می زند. فرشته ها در مکان عبادت خودشان مشتاق کسی می که روی زمین قرار داره شاید به نظر ما هم نیاید یعنی این انسان محبوب روی زمین می شود اینکه قبول را خداوند متعال برایش میذاره یعنی الله تعالی محبتش را در دل انسان ها قرار می و انسان ها از اون راضی هست. شما دیدید بندگان نیک را وقتی ملاقات می کنید بندگان نیک را وقتی در نزد شما نام اونها را میگیرند، شما چقدر خوشحال میشید؟ و چقدر اعلان رضایت میکنید الان کسی بیاد در مجلس شما از شهامت و صبر و بردباری و ایثار و ابلاغ دین و هدایت انسان ها و روشنگری های شیخ الاسلام دامت برکاته صحبت کنه همه شما خوشحال میشید میگه الحمدلله که اینطور عابدی ما داریم بیاید کسی علمای بزرگوار ما را برای شما معرفی کنه شما میبینید که در قلب شما در درون سینه شما یک محبتی نسبت به اونها قرار داره و همچنین بندگان نیک کسانی که عابدند فرمان بردارن سجده میکنن تلاوت میکنن دعا میکنن دای دینن دای خیرن خیر را برای امت اسلام میطلبند، اینها در قلب هر مؤمنی محبوبند